شده توی یه بازی به احمقانه ترین شکل ممکن بمیرین؟ خب اینو بهتون بگم که این اتفاق تنها برای شما نیفتاده و توی این ویدیو میخوام که در مورد این موضوع باهاتون صحبت کنم. به اپیزود جدید اتاق بازی مونه خوش اومدید. خب همه ما میدونیم که مردن توی بازی کامپیوتری یه امر امکان ناپذیره. ما انواع و اقسام مردن ها توی بازی های کامپیوتری داریم و اصلا گاهن سازنده ها راههایی رو توی بازی قرار میدن که ما به خواسترین شکل ممکن بمیریم. همین موضوع باعث شد که به این فکر بیفتم که یه لیست از احمقانه ترین راههایی که شما در بازی های کامپیوتری میمیرید رو براتون بگم. فقط قبلشون لایک رو فراموش نکن که حسابی به پیشرفت و دیده شدن من کمک میکنه. بذارید با یه بازی معروف شروع کنیم که اکثر شماها بازیش کردید. رزیدنت اویل 4. خب احتمالاً اکثر شما میدونید چیزی که این بازی زیاد داره اما اقسام انیمیشن های مردنه. ولی یکی از احمقانه ترین راههای مردن توی بازی همون ابتدای بازی اتفاق میفته. همون دریاچه ای بود که داخلش یه هیولا بود. خب اونجا به جای اینکه برید سوار قایق بشید به اسکله برید و یه چند تایی تیر به سمت آب شلیک کنید و هیولای دوست داشتنی ما میاد و شما رو میخوره. بله به همین راحتی شما مردید و اون مبارزه هیجان انگیز دریاچه رو به همین راحتی از دست دادید. خودش خنده داره. لیون این قهرمان افسانه‌ای به همین راحتی توسط اون هیولا کشته میشه. با همه اینا همیشه این انیمیشن مردن برای من جذاب بوده و هر وقت این بازی رو انجام میدم به این قسمت که میرسم حتما امتحانش میکنم. مردن خنده‌دار یا احمقانه بعدی به بازی اسپایدرمن مربوط. البته بازی سومم که اصلا هم بازی خوبی نبود. خب میدونید که بازی دوم اسپایدرمن بازی خوبی بود اما سازنده ها تو بازی سوم گند زدن تو همه چی. سازنده ها سعی کرده بودن که مکانیک های جدید رو به این شماره بیارن که خب اکثر این مکانیک های جدید هم اصلا خوب از آب در نیومدن. یکی از همین ایرادهای بد هم کویک تایم ایونت های بازی بود که توی اون دوره هم خیلی مد شده بود. به طور مثال ما کلی از این کویک تایم ها توی همون مرحله اول داریم. میگم اکثر این کویک تایم ها همشون به پر به پر الکی هن و هیچی به گیم پلی اضافه نمی کنن. هیچی ها بلکه رو مخ هم میرن. اما بدون شک گل سرسبد این اتفاقات وقتیه که شما میخواید این دانشمند رو نجات بدید. شما باید بپرید و سریعا چند تا دکمه بزنید و این خانم زشت رو نجات بدید. حالا چی میشه اگه دکمه ها رو نزنید؟ من چیزی نمیگم. خودتون ببینید. واقعا نیاز من چیزی بگم؟ آخرین باری که اسپایدرمن رو انقدر احمق دیده بودی کی بوده؟ توی سری بازی های سولز مردن معمولا زیاد اتفاق میفته. اما برای مردن احمقانه من به سراغ بازی اول یعنی دیمون سولز رفتم. توی بازی همون اول شما با یه باس روبرو میشید که طبق طراحی بازی شما باید این باس فایت رو ببازید و تازه توتوریل های بازی از اینجا به بعد شروع میشه. اما سوال اینجاست که چی میشه اگه ما این مبارزه رو ببریم؟ خب این کار خیلی 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 سخته ولی خب غیر ممکنم نیست. حالا فکر میکنید که چی داره انتظار شماست؟ یه شمشیر خفن؟ یه زره خوب؟ خب در واقع هیچی. شما وقتی ته اتاق میرسید با اژدها روبرو میشید، یه اژدهایی که هیچ راهی برای شکستش وجود نداره و اون شما رو با یه ضربه کیشومات میکنه. یکی از نوآوری های بازی اساسین کرید 3 شکار توی این بازیه. مکانیکی که تو زمان خودش خیلی عالی بود و گیمرها رو ساعت ها درگیر خودش کرد. شما حیوانات رو میکشید و از پوست و گوشت اونا استفاده میکنید. اما اگه فقط برای سرگرمی شروع به کشتن این جاندارها میکردید و هیچ گونه استفاده ای از بقای اون نمیکردید، بعد از یه مدتی شما دیزینگرایس میشدید و یه جورایی بازی رو میباختید.
خب اگه یادتون باشه توی اساسین های قدیمی اگه کارهایی رو انجام میدادید که با حقیقت در تناقض بود، شما یه جورایی بازی رو میباختید. البته شما اگه کارهای دیگه‌ای مثل کشتن شهروندهای عادی هم انجام میدادید، با همین سرنوشت روبرو میشدید. خب بازی فایکراکی شماره‌های آخرش پایان‌بندی‌های عجیب و غریب زیاد داشته. یکی از عجیب‌ترین این پایان‌بندی‌ها که خیلی هم معروفه مربوط به بازی چهارم میشه. همون اول بازی که بدمن بازی ازتون میخواد که چند لحظه صبر کنید، که خب اکثر ما انقدر صبر نداریم و هدف اصلی سازنده هم این بوده. اما اگه شما صبر کنید، ویلن بازی به اتاق برمیگرده و به قول خودش عمل میکنه و شما رو به آرامگاهی که میخواید میبره تا خاک سر مادرتون رو اونجا بذارید. خب این مردن و باختن محسوب نمیشه و در واقع شما بازی رو در دوستانه ترین حالت ممکن تموم کرد. برای همین هم من بازی پنجم رو انتخاب کردم و در ابتدای بازی پنجم هم شما با شرایط مشابهی روبرو میشید و باید ویلن اصلی بازی رو دستگیر کنید، چون خب مأمور این کار شدید. حالا صبر کنید و کلانتر شما رو از این کار منصرف میکنه و بازی تموم میشه. من فکر میکنم که این پایان‌بندی مخفی بازی نیست و یه جوره یه گیم اووره. چرا؟ چون شما نتونستین مأموریتی که براش اومدین رو کامل کنید و دست از پا درازتر دارید برمیگردید. بازی بدی بازیی که من اصلا دوست ندارم در موردش صحبت کنم و احتمالا هم میدونید چرا. مگه اینکه تو همین بازی ها جرأت کنید به ایران حمله کنید؟ تو واقعیت که جرأتشو ندارید. بگذاریم توی یکی از مراحل بازی شما داخل لوله فاضلاب هستین و با این موش کوچولو روبرو میشید و باید یک سری دکمه بزنید تا این کماندوی آمریکایی این موش رو بکشه. اما اگه این کارها رو درست انجام ندید، شما با این موش ها درگیر میشید و همین درگیری باعث میشه که محل اختفای شما لو بره و کشته بشید. بازی بعدی یکی از بازی های مورد علاقه منه، نیر اوتوماتا. به به، عجب بازی. حتی صحبت کردن در موردش هم حال منو خوب میکنه. کسانی که این بازی رو انجام دادن میدونن که نیر اوتوماتا یه سیستم آپگرید تقریبا بی‌نقص داره که شما در طول بازی با پیدا کردن چیپ های مختلف میتونید توانایی های متفاوتی به دست بیارید. حالا یکی از نکات جالب اینه که ما یه چیپ داریم که اسمش OSه یا همون Operation System. حالا از این جالبتر زمانیه که شما این چیپ رو غیر فعال کنید. بعد غیر فعال کردن این چیپ، شما با این صفحه سیاه روبرو میشید و بعد هم پایان‌بندی بازی. چرا؟ خب معلومه، اگه ویندوز رو از کامپیوترتون پاک کنید، آیا کامپیوترتون بالا میاد؟ معلومه که نه. و اما بعدی یه بازی خیلی معروف و قدیمیه، بازی سیستم شاک، که خودم اصلا تا حالا سمتش نرفتم و تمام این مطالب رو هم از سایت ردیت کپی پیست کردم. بر اساس این مطالبی که من خوندم، بازی داره یه پایان مخفیه که خیلی احمقانه هم هست. چرا؟ جلوتر میگم. ویلن اصلی این بازی اسمش شودانه. هدف شودان اینه که تمام انسانهای کره زمین رو توسط یه بمب لیزری نابود کنه. در اواخر بازی شما با این دکمه بزرگ قرمز مواجه میشید. حالا فکر میکنید اگه این دکمه رو بزنید چی میشه؟ هیچی. شما کار شدن رو راحت میکنید و خودتون لیزر کشنده رو شلیک میکنید و یه جورایی باعث نابودی تمام انسانهای کره زمین میشید. و دوباره رسیدیم به بازی ماتریکس. چه ویدیوهای اخیر چقدر در مورد بازی من صحبت کردم. خب این یکی واقعا نخنما شده. ولی در بازی ماتریکس پچ آف نئو که به وقایع سه فیلم اول هم میپردازه، در ابتدای بازی مورفیوس که انتخاب رو به پلیر میده که بین قرص قرمز و آبی یکی رو باید انتخاب کنید، خب اکثر ما قرص قرمز رو انتخاب میکنیم، ولی شما میتونید قرص آبی رو انتخاب کنید و یه جوری بازی رو قبل از اینکه شروع کنید تمام کنید. و بله، این 100% یه پایان بندی نیست، بلکه یه مردن احمقانه است، چون شما هنوز هیچ چیز بازی رو تجربه نکردید. و رسیدیم به احمقانه ترین مدل مردن که خداییشم خیلی احمقانه است.
این نوع مردن که یه جورایی هم یه ایستر اگ هم هست، مربوط به بازی مکس پین 1. در همون مرحله اول بازی شما توی مترو با این سوراخ روبرو میشید. تنها کاری که باید بکنید اینه که یه نارنجک داخلش بندازید. در گوشه تصویری جمله میاد که میگه من یه جنگ رو بر علیه موش‌ها شروع کردم. به مسیرتون ادامه بدید و برای چند دقیقه همه چی کاملا معمولی به نظر میرسه، تا اینکه به اینجا میرسید و متوجه میشید که موش‌های این منطقه تفنگ دارن و اومدن شما رو بکشن. خودش احمقانه است دیگه. تو بازی به این جدی شما توسط موش‌های کشته میشین که تفنگ دارن. خب نظر شما در مورد این لیست چی بود؟ موضوعی بود که من بهش اشاره نکرده باشم؟ حتما تو کامنت ها برام بنویسید. و در آخر مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید و امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. یادتون نره کلیک سابسکرایب رو بزنید و حتما برای من کامنت بنویسید، چون کامنت های شما برای من خیلی مهمه. کلیک زنگوله رو بزنید تا از اپیزود بعدی من مطلع بشید. در توضیحات این ویدیو لینک اینستاگرام، تلگرام، دیسکورد و توییتر رو زدم. وارد شین و واسه شین. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.